کاری که من دارم انجام میدم اصلا خودش یه کار اجتماعیه. من برادری دارم که اون دفعه من عرض کردم خدمتتون، ایشون نوازنده قابل ویولونسل، یعنی کسی بود که اصلا در ایران شاید میگفتن تا نداره. خب این آدم فقط و فقط و فقط بر خودش ساز میزنه و خانومش میگه عباس کازالسه، اما فقط برای من، نه برای کس دیگه. ولی در مورد خودم به هر حال همین کاری که من الان دارم انجام میدم، خب یه کار در حقیقت اجتماعیه. بچه‌ها که میان من با اینا زندگی میکنم. مثلا فرض کنید بنده دارم یه چیز رو اجرا میکنم، دلم میخواد ببینم فلان نوازنده چه جور زده اونو. الان با دو تا دگمه میزنید شما بهترین اجراها براتون میاد. هر چیزی، حالا من در مورد کار خودم عرض میکنم، در مورد هر چیزی شما بهترین نوتا رو اون موقع اصلا فقط یه مرجع بود، شما یه جایی میرفتی اون نوت داشت، تنها جایی هم بود که فقط باد میرفتی همونجا، هیچ جای دیگه هم نداشت. حالا اونم آیا داشته باشه اون نوتی که شما میخواهید، نداشته باشه، یه مغازه فرض کنید به همین اندازه. الان شما با دو تا دگمه میزنید همون نوت بهترینش براتون رایتر چیزی میاد بیرون. چه چیزی بهتر از این دیگه میشه تو این روز روزگار از این امکانها؟ چی بهتر میشه؟ شاید رابطه من از بقیه هنرها با فیلم دیدن بسیار نزدیکتره تا نقاشی و نمیدونم مجسمه سازی و تمام این چیزایی که هنره. شاید درکم اونها رو بهتر میفهمه ولی اونهای دیگر رو درک نمیکنم اونقدر. یعنی یک نقاشی رو مثلا فرض کنید حالا تا خود اون نقاش توضیح نده من زیاد چیزی سر در نمیارم، مگر اینکه فقط ظاهرش رو ببینم و خوشم بیاد. یعنی اینی که مثلا فرض کنید آنالیز کنم اینو، این چرا اینجوریه، اینجا به خاطر چیه، اینجا چیه، نه اونو سوادش رو ندارم. کسی از دوستان میگفتن که رابطت با مولوی چیه، گفتم که مولوی سواد خیلی بالایی میخواد، من ندارم، به واقع میگم ندارم. در حقیقت میگم شاید از جهت لذت بردن فقط ببینم یا مثلا یک شعری رو میشنوم خب خوشم بیاد، دوست داشته باشم، ولی اونجوری که درک و فهمه نمیدونم اون سایر هنرها رو به صورت اینی که مثلا فرض کنید با موسیقی من عجین شدم اصلا ندارم. در خانواده ما در حقیقت اون ژن درس خوندن بود، مثل برادر مثلا فرض کنید بزرگم یا اون برادرم که بین من و عباس بود. حالا حداقلش مثلا فکر کنم مثل برادرم بشم یه معلم فیزیک یا بشم حالا معلم شیمی نمیدونم فلان، اینا در همین چیز. ولی اون اصلا برام چیز نداشت، اصلا جذابیتی نداشت. زندگی خود برادر بزرگم همیشه خانومش میگفت دیگه، میگفت یا نشسته ورقه سعی میکنه یا نشسته جدال حل میکنه. شاید اینجاست که در حقیقت دست روی چیزی گذاشتین که بی تفاوت نمیتونم باشم.
همون موقعی که من از کلاس سوم رفتم هنرستان و اون نوار و اون چیز نمیدونم کنسرت و ویولون پاگانینی و نمیدونم فلان اینا با این رفتم دنبالش، همون قله‌ای که بهتون گفتم زمانی که به ارکستر سمفونیک رسیدم، همون قله‌ای که من لیسانس گرفتم، همون قله‌ای که هر دفعه مثلا فرض کنید به عنوان سولیست آمدم با ارکستر وایسادم کنسرت دادم، اینا همش به نوعی از بین رفت. هدف من این بود که این ارکستر روز به روز بیشتر چیز جون میگیره، نمیدونم انقدر چیزها تو فکرم بود. من قرار نبود که کسی که میگیره میشینه سمفونی چهار بروکنر میزنه یا سمفونی نیلسون میزنه، حالا مجبورشه بیاد سرود بابا نانداد بزنه. برای این کار تحصیل نکرده بودم، که هدف من یه چیز دیگه بود، ولی خب واقعیت من این شد. دلیل در رویا یا خیال من چیزی بود که من الان مثلا خودم رو در ارکستر نمیدونم، حالا نگیم ارکسترهای درجه یک، ولی حداقل ارکسترهای درجه دو من بشینم ساز بزنم و لذت ببرم از اون کاری که دوست داشتم و اون پیشرفتی که میتونستم تو کار داشته باشم. بابا من به هر حال از سال 54 تا سال 57 رئیس یک گروهی بودم که 14 نفر آلتیست نشسته بودم و من تنها ایرانیش بودم و من به اینا فرمان روایی میکردم در حقیقت، یعنی من مایستر یک گروه بودم. حالا مایستر اینها کم چیزی نبود که مثلا فرض کنید 15 یه دفعه قطعات خیلی بزرگ، قطعات خیلی در حقیقت سخت، خب ما میشستیم اینا رو اجرا میکردیم، ما 15 یه دفعه کنسرت میدادیم، یعنی انقدر قوی بودیم به اینجا رسیده بودیم. رویاهای من میتونه این باشه که خب در حقیقت روز به روز پیشرفت میکنیم، یه در همه ایران مثلا این ارکستر مونده نمیدونم فلانه، همه چیز حالا انقلاب شده ولی اون ارکستر دست نخورده مونده نمیدونم فلان مونده، کارشو داره ادامه میده. متاسفانه اون وقت اون دنیای واقعی من از اینجا بود که دیگه شاید بخشی از متلاشی شد دیگه. نسبت به آن چه که خیال داشتیم و آن چه که الان واقعیت هست چجوری تعادلتون رو برقرار؟ ببینید یک زمانی هستش جبره دیگه، جبره، یعنی شما دلتون میخواست که اون باشین، تو رویاهاتون اون بوده، خیلی هم داشته به چیز میشه، ولی الان دیگه شما مجبوری تن به این بدید، یا باید بساتون جمع کنید از جا برید یا باید با همین بسازید و حالا سعی کنید بسازونید، نمیدونم هم خودتون با این وضع ادامه داشته باشه هم آدم بسازید براش. اینجاست که اون وقت بعدن اون وقتی که دل مرده میشید از اون کاری که دارید میکنید خودتون رو وقف یه چیز دیگه میکنید، داره میاد یه آموزش میگه آره باشه برو برم من اصلا تو کار آموزش. شگفت زده میکنم خیلی، من هنوزشم که هنوزه وقتی که اجراهای مختلف رو میبینم، یک موقعی مثلا میبینم یه بچه 11 ساله اومده یه قطعه رو داره میزنه که اصلا تو مخیله من نمیدونم که چجوری این بچه 11 سالشه، پا
50 سال مثلا نوازنده اومده تمرین کرده نمیدونم فلان کرده، الان این بچه 11 ساله بلند شده اومده داره بهتر از اون میزنه. این های شگفتی نیست؟ من بگم این توی شکم مادرش که بوده تعلیم میگرفته. از کی تعلیم میگرفته؟ موسیقی میزده، ویولون دستش بوده، ولی وقتی که الان میاد مثلا فرض کنید بهترین اجراها رو میکنه، به آدم شگفت زده نمیشه. همه کسای چه چیزی دارن، منم هم همونطور. خاصیت وجودی آدم هاست، به هر حال هر کسی به یه نوعی یه چیزی راضی میشه. منم یه چیزای خاصی هستش برای خودم که مثلا اونا رو در زندگی ملاک قرار دادم، وقتی که مثلا فرض کنید اون چیزا بهش میرسم یا تلاشم برای رسیدن بهشه، خب اونا طبیعتا برای من خوبه، راضی کننده است. تا روزی که من برادری داشتم که فکر میکردم تو ماها برادرها از همه چیزتره، دلدارتره و خیلی با مشکلات راحتتر برخورد میکنه و آدم پردل و جرأتیه، زمانی که ایشون فهمید سرطان داره راه خونه رو گم کرده بود و بعد در کنار این روز به روز من فکر میکردم داره ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میشه. یه روز برگشتم بیشتر بودم، گفتم تو از همه ما پردل و جرأت‌تر بودی. برای اینا یه خورد سر شده کنده تا موقعی که حالا شاید من به درجه اون نرسیدم، یعنی اصلا به من نگفتن که آقا تو وضعت اینه، من فکر میکنم هیچ ترسی از مرگ ندارم. خودم رو توصیف بکنم اینجور عنوان میکنم که یه آدم معمولی هستم، البته با یک سری خاطراتی که برام همیشه خوب بودن، خاطرات بچگی در کنار بزرگان موسیقی و زندگی کردن در کنار اینا. زمانی هم که خودم مشغول این کار شدم، به عشق خودم نزدیک شدم و تا این ساعت هم تمام مدت دنبال عشقی که از بچگی بهش علاقه من بودم شدم و این توصیفی است که از وجود خودم دارم. زندگیم خلاصه شده توی دوتا بچه‌ام و 4 تا نوه‌ام که اینا برای من عزیزترینن، اون چیزی که خیلی 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 بهش وابسته هستم، مهر و محبتی است که به بچه‌هام دارم و به نوه‌هام. در کنار اینا همون عشق بزرگم که موسیقیه، چیزی خارج از این نیستم. اون عشقی که دنبالش بودم که رسیدن به همون قله بود و من وقت که رسیدم حس کردم که خیلی 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 به اون چیزی که میخواستم تو زندگی و در حقیقت خواستم بود رسیدم. وقتی که رسیدم به اون چیزی که داشتم میرفتم جلو و راه خودم رو پیدا کرده بودم و داشتم خیلی خیلی جلوتر از اون چیزی که بودم میشدم، ولی متاسفانه رسیدم به یه بنبست. عشقم اون موسیقی بود که دنبالش بودم و خیلی جاهای بالاتر رو برای خودم میدیدم در این رشته و زحمت خیلی کشیدم برای اینی که برسم به اونجا، ولی در وسط راه موندم. پشیمون نیستم از اینی که چرا این اتفاق افتاد، چرا که من سعی کردم راه دیگری رو انتخاب کنم. راه دیگر من تدریس بود که خودم رو اقناع کردم واقعا با اون مطلب و در این راه هم اون خدمات که کردم به هر حال راضی کننده بود، هم از جهت خودم هم از جهت واقعا اون کسایی که پلو من بودن. طبیعتا من بهشون خواهم گفت باید این کار رو از مقطع هنرستان ها شروع کنی
بری و سواد این کار رو در اونجا بیاموزی. یکی از رشته هایی که مثلا فرض کنید حتما نیاز هستش که شما از بچگی به طور آکادمیک یاد بگیرید بیایید بالا، همین چیزهایی است که مثلا کارهای موسیقیه. راهنمایی اگر قرار بکنم به شما، حالا دوتا استاد خوب بهشون نشون بدم و راهی رو که مثلا فرض کنید آخر عاقبت چیه چند چیزهایی است که من میتونم مثلا به عنوان یه راهنما بهش بگم، اما اونی که قصد داشته باشه که حتما این کار رو خواهد ادامه بده مطمئنن حرف من براش ملاک نیست، و اگر احیانا ملاک باشه من سعی میکنم اون چیزی که به نظرم میاد که در حقیقت چیزتره، راه درستریه بشه.